1333 در تهران به دنیا اومدم. پدرم در ارتباط با مسائل هنری تو مملکت بود، چون در هنرهای زیبای سابق کار میکرد. من تقریبا 10 سالم بود که به پیشنهاد پدرم و با علاقه که عموم داشت به موسیقی، اونم دستی داشت، مهندس رادار هواپیمایی بود ولی مثلا ساز و اینا خیلی دوست داشت، به پدرم میگفت که این همایونو بذارین که یه ساز یاد بگیره. که من حدودا 10 سالم بود که وارد هنرستان عالی موسیقی شدم. اون زمان هنرستان جای تالار وحدت بود، یعنی هنوز تالار وحدت ساخته نشده بود، که زمانی که من رفتم اونجا حتی داشتن وسایل ساختمانی می بردن اونجا، مثلا تیراهن و که تالار وحدت ساخته بشه. هنرستانم اون زمان برای ورودش یه تستی می گرفتن از بچه ها که می اومدن می خواستن موسیقی شروع کنن. من یادم میاد که یه آقایی بودن، یه چهره خیلی خشنی هم داشتن، آقای محتدی، که ایشون معلم سولفژ و پیانو تو هنرستان بودن. یادم میاد دقیقاً که پشت پیانو نشست و یه نوت زد، گفت من این نوتو میزنم، تو با صدا تقلید بکن این صدا رو. که اینا جزء تستایی که معمولاً از کسایی که وارد موسیقی میخوان از گوششون ببینن اینا یا گیرایی موسیقی داره، صدا رو تشخیص میده بالا پایینش اینا. بعد ریتم مثلا با دستش زد، گفت اینو تقلید کن. که بالاخره ما موفق شدیم و از این تست دیگه قبول شدیم. و اتفاقا همراه هم یه آقایی بودن، آقای حسین سمیان، اینا جزو اقوام خودمون بودن. ایشون از من بزرگتر بود، ایشون هم می‌خواست وارد هنر است که ما دو نفره در واقع رفته بودیم. آقای سمیان هم که میگم الان یکی از بهترین فلوتیستای ایرانه، که اینجا نیست البته، دیگه اوایل انقلاب اینا رفتن خارج از کشوره. بعد این تست ما گرفتن و ما دیگه کار در واقع هنرستان رو شروع کردیم و هم صدای موسیقی میشنیدیم، هم صدای تیراهن و چه میدونم از این کامیون میومد وسایل میورد برای تالار وحدت ساختن اونجا. که دیگه بعدن هنرستان انتقال پیدا کرد به چهار سپه بود، اون موقع بهش میگن خیابون ولیعصر و اون پایین، که الان هم هست هنرستان پسران بهش میگن. مثل صوبا ما درسای عادی داشتیم دیگه، ریاضی داشتیم، نمیدونم دیکته داشتیم، اجرا داشتیم، درسی که هست. بعد از ظهر کلاس‌های موسیقی شروع می‌شد، یعنی از ساعت 2 بعد از ظهر تا 7:30 اینجورا کلاس‌های بعد از ظهر ما، یعنی کلاس‌های موسیقیمون شروع می‌شد، که یه کلاس شبانه‌ام بود که دیگه بیرون مثلا میومدن مثلا دیگه تا 9 شب. هم دوره‌ایام بچه‌هایی که بودن، آقای بهزاد رنجبران بود، که یعنی ماها دوستای خیلی صمیمیم. بهزاد رنجبران الان استاد دانشگاه جولیارده، یکی از چهره‌های خیلی خوب، آهنگساز فوق‌العاده‌ایه. کاراشو که الان میشنوم با کسای مطرح جهان کاراشو اجرا میکنن، کنسرتو ویولون مثلا ساخته که مثلا جاشوا بلز یه نوازنده خیلی خوبیه و ایشون اجرا کرده. یویوما مثلا کنسرتو ویولون سرش اجرا کرده. یه قطعه‌ای داره به نام سگانه پارسی، سیدیش هم هست، یعنی اینجا سیدیش اومده. آقای فرزاد خوزین بود که ویولونیست خیلی خوبیه. اینا همه نیستن. اینا همه رفتن و بعضی موقع فکر میکنم میگم اینا عاقبت بخیرتر از ما شدن.
ولی از لحاظ دلی و از لحاظ عشق واقعا خب آدم مملکت خودش یعنی راحت تریم، ولی خب دیگه مسائلی که خب پیش میاد برای ما موزیسین ها متاسفانه اون چیزی نبود که خب حقمون باشه الان. اما خب شرایط طوری بود که مثلا هنرستان هر هنرجو باید مثلا اجرا داشته باشه تو یه زمان خاصی، بعد رسیتال بدی، باید نمیدونم این کارو بکنی که از لحاظ توانایی‌های کاری خودش بتونه پیشرفتاشو نشون بده. با دوستانمون کوارتت می‌زدیم، نمیدونم ارکستر تشکیل می‌دادیم. هنرستان زمانی که فکر می‌کنم آقای علی رهبری رئیس هنرستان بودن، خب هنرستان یه تحول دیگه ای توش بود. ارکستر سمفونیک هنرستان رو درست کرد آقای رهبری که ارکستر سمفونیک خیلی خوب از بچه های خود هنرستان و خیلی ارکستر خوب تشکیل شد که من تو ارکستر خودم کنسرت مایست بودم و اجراهای خیلی خوب ما داشتیم با اون ارکستر، با اینکه ارکستر هنرستان بود ولی میرفتیم شهرستان ها اجرا میکردیم میومدیم. بعد یه ارکستر دیگه ایشون درست کردن به نام جونس موزیکال، یعنی ارکستر کوچیک‌تر بود، تقریبا ذهی بود که اون ارکستر اتفاقا من آقای چون بعضی قطعات معاصرم اجرا میکردیم، مثلا از آقای شاهین فرهد یا مثلا آهنگ سازایی که معاصر بودن اجرا میکردیم. توی کی خدایا سال کی بود با ارکستر خیلی سنم پایین بود، فکر کنم 11-12 سالم 13 سال اینجورا بودم، تو ارکستر آقای دهلوی من میزدم. بله اون زمان یه سالن فارابی بود. خب من یه مقداری خب تواناییم خیلی زود مثلا موسیقیم خیلی رشد خوبی داشتم تو کار و خیلی زود رفتم تو گروه زدم و آقای دهلوی اولین کار مثلا چیزیم با آقای دهلوی بود. هنرستان خیلی فعال بود، یعنی شما الان موسیقی دانایی که الان هستن از اون دوره واقعا همشون نقص ندارن، یعنی واقعا میشه گفت موزیسین های خیلی خوبی هن. چون اساتید خیلی خوب می اومدن، معلم های خیلی خوبی بودن و حتی از خارج می اومدن درس می دادن اینجا باشون قرار. بعد می رفتن برمی گشت. اینه که دوران خیلی خوبی بود. مثلا من معلم اولیم آقای واحه خجاییان بود، ایشون الان خوب سنش خیلی بالاست، آمریکا هم زندگی میکنه، یعنی ویولون رو ایشون داد دست من در واقع. بعد با آقای ابراهیم رویفر من اونجا کار کردم، دوره دیپلومم و با آقای هراش مانوکیان بودم، با آقای حشمت سنجری مرحوم کار کردم ویولون. دوره آقای حشمت سنجری چون ایشون کار میدونی رهبر ارکستر سمفونی بودن اون زمان دیگه، یه مقداری خب مثلا کم میرسیدن بیان برای کلاس و بعد از اوراق که یه خوده نه. اون موقع من خب معلمم بعد عوض کردم رفتم پیش آقای رویفر دیگه. نهایتاً سال 55 بود دیگه، 55-56 بود، با آقای هراش مانوکیان لیسانسمو گرفتم از هنرستان.